دوستان سلام، من محمد اصفهانیان هستم و خوش اومدید به کانال یوتیوبی من. تو این ویدیو قراره با هم دیگه فیچرهای جدید ورژن 2023 نرم افزار پریمیر رو بررسی کنیم. یه سری قابلیت‌های خوب به برنامه اضافه شده، البته باید بگم که خیلی زیاد نیستش. بیشتر فکر می‌کنم ادوبی تمرکزش رو گذاشته بود روی افتر افکت، چون خیلی قابلیت‌های خوبی به افتر افکت اضافه شده و اگر میخوایم ویدیوهای قابلیت‌های جدید افتر افکت هم ببینین، این بالا هستش، میتونین روش کلیک کنین و ببینینش. قابلیت‌های خیلی خوبی به افتر افکت اضافه شده، انقدری زیاد به پریمیر چیز خاصی اضافه نشده. یه سری ابزارها به قسمت تکست برنامه اضافه شده که البته خوبه، کارایی خوبی داره برامون. و همینطور تو بخش اسنشیال گرافیک هم یه مقدار افزایش سرعت داشتیم که به گفته خود ادوبی دو برابر سرعت رندرش بیشتر شده. یه سری تمپلیت های آماده ای که برای ساخت اینترو، اوترو و نوشته ازشون استفاده میکنیم. پس بریم با هم دیگه ابزارها و همینطور فیچرهای جدید پریمیر رو بررسی کنیم. بریم سراغ نرم افزار. خب ابزارهایی که به پریمیر اضافه شده بیشتر مربوط به بخش نوشته یا ابزار تکستمون هستش. من اینجا میام یه دونه سکونس اول درست میکنم، فرق نداره فعلا، و ابزار تکست یا نوشته رو برمیدارم. اینجا نوشته بزرگ میایم بنویسیم، مثلا می‌نویسیم پریمیر. خب این از یه چیز خوبی که اضافه شده توی ورژن 2023 مربوط میشه به استروک ها که از پنجره اسنشیال گرافیک. ببینید ما توی ابزار نوشتمون هم از اسنشیال گرافیک یه سری دسترسی ها داریم، هم از بخش افکت کنترل توی تکست. اینجا ما یه سری دسترسی ها بهش داریم. خب توی بخش افکت کنترل توی قسمت استروک اگه بیایم، ما قبلا یه حالت استروک داشتیم، فقط به صورت سنتر برامون استروک رو میساخت. یعنی چی؟ یعنی نصفش میافتاد بیرون نوشته، نصفش هم میافتاد داخل نوشته، همه چی در تعادل. اما مثل فتوشاپ ما الان توی پریمیر حالت اوتر و اینر هم داریم. اگر استروک رو فعال کنم، من یه استروک مثلا از قرمز اینجا انتخاب میکنم که دیده بشه و یه مقدارم بیشترش میکنم. خب حالا ببینید الان روی گزینه آوتر هستش، یعنی فقط بیرون نوشته من استروک قرار گرفته. اگه اینو بزنم روی اینر میفته داخل نوشته، و حالت سنتر که یه حالت تعادل داره، نصفش بیرون نصفش داخله. خب پس این قابلیت جدیدیه که اینجا اضافه شده. و یه چیز دیگه ای که اینجا داریم، من اول اینو میذارم روی سنتر بذاریم باشه. اینجا ما یه دونه به علاوه داریم که میتونیم استروک اضافه کنیم. یعنی اگه این گزینه رو بزنم استروک دومم ساخته میشه. این بار اینو میام مثلا زردش میکنم. خب و اینم میتونیم بذاریم مثلا روی اوتر یا سنتر. دوباره اینا رو میتونیم تغییر بدیم، یه کوچولو هم بیشترش میکنیم به این صورت. خب این اولین قابلیت جدید پریمیر بودش که به ورژن 2023 اضافه شده. من چرا صندلی هم خاموشه؟ از اول ویدیو خاموش بود. خب بریم سراغ بعدی. چیزی که به پریمیر اضافه شده اینه که شما میتونین چند تا نوشته رو با همدیگه انتخاب بکنین و رنگ اونا رو یا مثلا رنگ استروکشون یا کلن گزینه های اینجوری رو عوض بکنین. بریم با هم دیگه تستش کنیم. خب ببینید من اینجا یه دونه نوشته که داشتم، خب این رو یه مقدار کوچیک‌ترش کنیم، مثلا اینجا از این یعنی کپی میگیرم، یا بیاین یه تکست جدید هستم بسازیم، یه دونه تکست دیگه اینجا بسازیم، مثلا ادوبی رنگ این یکی مثلا استروکش هستم آبی کنیم، خودشو آبی کنیم، استروکش هم مثلا سفید کنیم. خب یکی دیگه هم بسازیم، مثلا اینجا بزنیم، مثلا چی بنویسم؟ محمد خودم هم بنویسم. خب این هم مثلا رنگش عوض کنیم. اوکی ما الان سه تا نوشته داریم با رنگ ها و طرح‌های مختلف. اوکی اگه این سه تا رو با هم دیگه انتخاب بکنیم، اینجا توی پنجره اسنشیال گرافیک یه سری گزینه ها برام فعال میشه. مثلا گزینه فیل، این که میبینید الان خاموشه، دلیلش اینه که رنگ نوشته ها با هم دیگه فرق داره، ولی من میتونم اینو انتخاب کنم بگم آقا فیل همشون سفید باشه. خب و ببینید
این استروک زرده تو همشون زرده، اینو من تحویل ندادم پس هم زرد نشون میده خب، ولی اینجا چون فرق دارن به این حالت برام نمایش داده میشه، میگم که آقا مثلا یه همچین شکلی من میخوام همشون داشته باشن. خب حالا اگه بیایم روی همشون ببینید، همه یه نوشته با هم تغییر کرد که این واقعا خیلی خوبه. پس این گزینه‌هایی که اینجا میبینین همه رو میتونیم با هم دیگه تغییر بدیم و حتی فونتشون رو که خیلی 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 کاربردیه، ما میتونیم فونت چند تا نوشته رو با هم دیگه تغییر بدیم. اینم از این قابلیت جدیدی که به پریمیر اضافه شده. قابلیت جدیدی که به پریمیر اضافه شده در واقع یه جورایی یه ابزاریه که مثل افتر افکته. اگر ترک میت افتر افکت رو کار کرده باشیم میدونید که ما یه دونه شیپ میتونیم بسازیم و یه نوشته داشته باشیم که بگیم آقا این نوشته جایی که مثلا این شیپ هست نمایش داده بشه یا نمایش داده نشه. یه همچین چیزی رو توی پریمیر هم ما الان داریم که میتونیم شیپ بسازیم و از شیپمون به عنوان یک ماسک استفاده کنیم. بریم با هم دیگه اینم بررسی بکنیم. خب بیایم از همین پریمیر استفاده کنیم. لایه پریمیر رو اضافه میکنم. خب همونطور که میدونیم ما میتونیم توی دل یه دونه لایه تکست چند تا تکست داشته باشیم و همینطور شیپ هم توش بسازیم. به این صورت که این لایه انتخابه، من اگر بیام یه دونه تکست دیگه مثلا اینجا بنویسم، خب تو دل همین اینجا اضافه میشه، این یه تکستمون، اینم یکی دیگه. اوکی حالا همین رو من انتخاب میکنم، میام این بار ابزار شیپ رو برمیدارم و یه دونه شیپ مستطیلی اینجا میکشم براش. خب حالا الان شیپ من روی تکست منم این زیرش قرار گرفته. اوکی توی پنجره اسنشیال گرافیک وقتی شیپ رو انتخاب کنم یه تیک این پایین اضافه شده، ماسک ویت شیپ، که اگر بزنمش ببینید شیپ من دیگه کلن غیر فعال میشه میره، یعنی یه حالت استروکش من اینجا میبینم که این توی رندر معلوم نمیشه، اینجا فقط نشون میده که ما یه شیپی رو انتخاب کردیم. خب پس الان شیپ من حالت یه ماسک عمل میکنه که اگر این لایه نوشتم که یعنی پریمیر هست انتخاب بکنم و بیام از تو افکت کنترل مثلا پوزیشنش رو تغییر بدم ببرمش بالا، ببینید جایی که اون شیپ نیست این نمایش داده نمیشه، جایی که شیپ هست نمایش داده میشه. یا میتونه برعکس باشه، من اینو بذارم اینجا. خب میتونه برعکس باشه، یعنی شیپ رو انتخاب کنیم اینورتو بزنیم این بار برعکس میشه، جایی که شیپ هست نمایش داده نمیشه، جایی که شیپ نیست نمایش داده میشه. از این میتونید برای حالت انیمیت کردن نوشته هاتون استفاده کنید. به این صورت که اینا هم اینورترش رو بردارم میارمش بالا، میگم آقا یه کی فریم اینجا یه کوچولو جلوتر بیا پایین. خب به این صورت میتونیم این حالت انیمیت دادن رو داشته باشیم و همینطور مثلا یه دونه حالت ایزی اینم به این بدیم، یه با صورت بیشتر یه همچین چیزی میتونیم انیمیت نوشتم رو اینجا داشته باشیم. خب این هم از این. یکی دیگر چیزایی که اضافه شده بود به پریمیر دوباره برای حالت اینه که ما چند تا نوشته تو دل یک لایه تکستمون داشته باشیم. خب این لایه تکست من میام نوشتن انتخاب میکنم، یه دونه مثلا تکست اینجا میسازم، میزنیم ادوبی و یکی دیگه دوباره ابزار تکس انتخاب میکنم و اینجا مثلا میزنی یه پرو هم اینجا، حالا پریمیر پرو دیگه به هر حال. خب ما الان سه تا لایه نوشته تو دل یه دونه لایه تکستمون داریم. خب میام اینا رو انتخاب میکنم، این بخشی که میبینید اینجا توی اسنشیال گرافیک بر من نمایش داده میشه جدیده. با استفاده از این قابلیت الان که جدید اضافه شده به پریمیر، ما میتونیم مشخص کنیم که اگه چند تا نوشته داریم، الان این نوشته که ایجاد کردیم توی دل یک لایه تکستمون، میتونیم الانشون کنیم با هم دیگه. فقط یه نکته مهم اینجا داره که دقت کنید. ببینید ما اینجا نوشتمون رو درست کردیم، خب ولی این کادر نوشتمون رو میبینید بزرگه، این میادش نسبت به این کادر کلی نوشته اینا رو با هم دیگه الاین میکنه، پس ما باید اینا رو بیایم دقیقا فیکس بکنیم با خود نوشتمون. اوکی
و دقت کنید که همه رو هم ما میذاریم رو حالت وسط، چون که وسط باشه. خب این از این. حالا اگر بیایم کل این لایه‌ها رو انتخاب بکنیم، از اینجا میتونیم بگیم که آقا اینا مثلا تو یه سطح قرار بگیره یا مثلا وسط باشه، همه برن کنارم کنار همدیگه قرار بگیرن و حالت‌های مختلف که اینجا باز یه سری قابلیت‌های دیگه داریم که میگه تو اون ویدیو فریممون باشه یا تو اون سلکشن یا کادر نوشتمون قرار بگیره. این هم از ابزارهایی که ما اینجا قرار داریم و میتونیم باهاش چند تا نوشته رو الانش بکنیم. این هم ابزاری که جدید به برنامه پریمیر اضافه شده. خب میتونم بگم چیز دیگه ای اضافه نشده به پریمیر، فقط یه قسمت افزایش سرعت بخش اسنشیال گرافیک هستش که اونم به گفته خود ادوبی میگم گفته که 2 برابر بیشتر شده و من تست کردم خیلی بهتر شده واقعا. بریم اونم با هم دیگه بررسی بکنیم. ببینید ما این بخش اینو پاک کنم. خب بخش اسنشیال گرافیک اینجا گفتیم که میتونیم یه سری گرافیک ها اضافه کنیم، یه سری هم که خودش داره. خب قبلا ما یه دونه از اینا وقتی درگ میکردیم میوردیم اینجا یکم گیر میکرد. خب ولی الان ببینید من هر کدوم از اینا رو درگ کنم بلافاصله اینجا بر من میاد و نمایش داده میشه و واقعا این افزایش سرعت رو داره که گفته به جای که تک فریم رندر بگیره، 2 فریم 2 فریم رندر میگیره و این باعث شده که سرعتش 2 برابر بشه و خیلی سریعتر اینا نمایش داده میشه. البته این نکته رو بگم که این بخش رندرش الان میبینید مثلا من میکشم سری میاد، شما اگه کشیدین موقع دیر اومد بدونید که بستگی به رمتون و کلن سیستمتون هم داره که CPUتون چیه رمتون چیه. مثلا الان رم سیستم من رم 64 گیگ هستش. خب و خب طبیعیه مثلا یه مقدار سرعتش بالا باشه، ولی اگه مثلا رم پایین تر باشه 16 یا 8 باشه ممکنه بازم یه مقدار کند عمل بکنه، پس این رفت به سیستمتونم داره. خب میتونم بگم دیگه چیز دیگه به پریمیر اضافه نشده، کلیتش همینا بود، ولی توی افتر افکت چیزای خیلی خوبی اضافه شده که اونم ویدیوشو گذاشتم میتونید ببینید. تا ویدیوهای بعدی همراه من باشید. در ضمن اگه از کانال یوتیوب میبینید لایک و سابسکرایب و اینجور چیزا هم یادتون نره. دمتون گرم، تا ویدیوهای بعدی همراه من باشید.